و اما خبر آخر، مرحله نهایی نخستین مسابقات ملی قرآن جایزه کربلا از دیروز پنجم تیر ماه آغاز شد و به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. به همت دارالقرآن آستان مقدس حسینی، مسابقات ملی قرآن جایزه کربلا برای نخستین بار در 3 رشته حفظ، قرائت و تفسیر در زائرسرای سید الاوصیا علیه السلام برگزار می شود و قرار است این رقابت ها از سال آینده در سطح بین المللی برگزار شود. به گزارش پایگاه تلارحسانی آستان مقدس حسینی، جوایزی از جمله زیارت خانه خدا برای نفر اول، زیارت مشهد مقدس برای نفر دوم و مبلغ 500,000 دینار عراقی برای نفر سوم در این مسابقات اعطا می شود. همچنین برگزیدگان این مسابقات به عنوان نمایندگان عراق در مسابقات بین المللی قرآن جایزه کربلا که قرار است سال آینده برگزار شود حضور خواهند داشت. مرحله مقدماتی این مسابقات در بخش حفظ و تفسیر از روز چهارشنبه 30 خرداد ماه آغاز شده بود و در بخش تلاوت نیز قاریان ملزم بودند کلیپی از تلاوت خود را ارسال کنند که پس از ارزیابی این تلاوت ها از سوی اعضای کمیته داوران در نهایت 20 قاری برای شرکت در مرحله نهایی رقابت ها انتخاب شدند.